اطفال عزیز و دوست داشتنی سلام، امیدوار هستم صحتمند باشین و به بسیار خوشی آمده باشین که درس جدید خود را شنوین. باز هم به چینل درسیتان بسیار خوش آمدین. درس ها را لایک کنین، کامنت بگذارین و با دوستکای دیگرتان هم درس ها را شریک بسازین و سابسکرایب فراموش نکنین تا همه درس ها را منظم دیده بتانین و تعقیب کنین. باز هم امروز درس جدید خود را آغاز میکنیم. با چی آغاز میکنیم؟ حال دیگه یاد گرفتین خودتان بگوین. با بسم الله الرحمن الرحیم آفرین، چون ما و شما شکر مسلمان هستیم و درس های خود را و دیگه هر کار خوب و نیک خود را با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم. درس جدید امروز ما و شما درس 28 است. 28 بدری به این شکل خوب طرفش ببینن که یاد بگیرن و به انگلیسی به این شکل نوشته میشه. ایره هم یاد بگیرن که نوشته کرده بتانه. حرف 28 ما حرف میم هست. میم هم در تمام کلمات مثل دیگه حروف 3 صدا داره. ما می مو ما می مو در بعض کلمات ما صدا میتر، در بعض کلمات می تلفظ میشه و در بعض کلمات مو تلفظ میشه یا صدا میتر. حال بیاین ببینین که ما میم را در کدام کلمه براتان انتخاب کردیم که در شروعش آمده و چطور تلفظ میشه. میم مادر، میم مادر با الف آمده یک جای ما تلفظ میشه. میم مادر. این تصویر ببینین چقدر مقبول است. یک مادر مهربان است که طفلک خود در بغل خود گرفته میخواه ببوسش. مادر خوب بسیار مهربان است، همیشه مادر خود را خوش نگاه کنین و احترامش را داشته باشین. میم مادر. و در این تصویر مادر طفل خود را در آغوش خود گرفته. میم مادر، میم مادر، میم مادر. و حالا باز بیاین ببینین که ما میم را در کدام کلمه براتان انتخاب کردیم که در شروعش آمده و چطور تلفظ میشه. میم مرد، میم مرد. ما تلفظ میشه مرد. ای یک مرد است، یادم یک مرد است. تمام بچه ها را، بزرگ سالا را، ریش سفیدا را که ذکور باشه به نام کی یاد میکنن؟ به نام مرد یاد میکنن. ای هم یک مرد دیگه است، یک مرد جوان. میم مرد، میم مرد. وقتی که باز چند نفر باشه باز چی میگیم؟ مردان میگیم. چند نفر؟ مردان گفته میشه، یک نفر مرد گفته میشه، مرد. حالا باز بیاین ببینین که ما میم را در کدام کلمه که در شروعش آمده براتان انتخاب کردیم و چطور تلفظ میشه. میم میوه، میم میوه. می تلفظ میشه می، میم میوه. ایره ببینین این تصویره چقدر میوه های لذیذ است. مالته هست، در پشت سر انار هست، سیب است. اما میوه های لذیذ وطن ماست. وطن ما افغانستان بسیار میوه های شیرین داره. ای هم میوه های دیگه است. ببینین چقدر میوه های خوب است. ناک است، گیلاس است، سیب است. شما هر قدر میتونین و در خانه اگر موجود باشه میوه بخورین که بسیار به صحتتان فایده داره. میم میوه، میم میوه. و ای هم میوه های خشک است. کشمش است، بادام است، نخود است، پسته است. میوه های بسیار خوبه. وطن عزیز ما افغانستان در کل جهان میوه های خشک و تازش شهرت داره. میوه ببینین این میوه های خشک چقدر منظم چیده شده و چقدر مزادار هستن. میم میوه، میم میوه. می تلفظ میشه میوه. حالا باز بیاین ببینین که ما را
برای میم کلمه را انتخاب کردیم که در شروعش آمده و چطور تلفظ میشه؟ میم مرچ، میم مرچ، مو مرچ، مرچ، مرچ خو میشناسه؟ حتما خورده نمیتونه، طفلک ها خورده خو نمیتونن، بسیار تند است، زبان آدم تند میکنه. این مرچ های سرخ ببینه بسیار تند میباشه و بزرگ سالایی را میخوره. میم مرچ، میم مرچ. و ای هم مرچ های سبز رنگ، زرد رنگ، سرخ رنگ چقدر مقبول معلوم میشه. میم مرچ، میم مرچ، میم مرچ. و در این تصویر دیگه ببینین مرچ های دولمه هستی، به نام مرچ های دولمه یاد میشه. تند نیست ولی بسیار خوشتم و خوشبوی است. میم مرچ. بیاین که ترانه میم را با هم یک جای بخوانیم. ببینین که من کدام کلمه را برتان انتخاب کردیم. بر ترانه میم کلمه مادر را انتخاب کردیم. کلمه مادر، بر مادر ما شما ترانه میخوانیم. دوبار ما برتان میخوانم، باز دوبار شما بخوانین. می مادر، مادر مهربانم، عزیز و هم زبانم، برایم قصه بخوان یا که ترانه بخوان. باز برتان میخوانم. مادر مهربانم، عزیز و هم زبانم، برایم قصه بخوان یا که ترانه بخوان. حال شما به ما یک جای بخوانه. می مادر، مادر مهربانم، عزیز و هم زبانم، برایم قصه بخوان یا که ترانه بخوان. یک بار دیگه هم بخوانه. مادر مهربانم، عزیز و هم زبانم، برایم قصه بخوان یا که ترانه بخوان. بسیار خوب، بسیار مقبول خواندین. خوب است که یاد گرفتین. حتما خوشتان آمد. مادر خود را خو هر کس دوست می داشته باشد. حال نوبت کارخانگی رسید. یک صفحه از حرف میم و یک صفحه از عدد 28 در کتابچه‌تان نوشته کنین. به پدر جان و مادر جانتان نشان بدین که اشتباه نکرده باشین. وقتتان پوره شد. خدا حافظ.